سرخط خبرها. پیشبینی امرالله صالح درباره سقوط طالبان، افت بی سابقه ارزش افغانی در برابر دلار و هجوم مردم به صرافی ها، اجباری شدن نماز از سوی طالبان و ممنوعیت پخش صدای زنان و موسیقی از رسانه ها در شمال کشور. با عرض سلام به این مجموعه خبری از کانال گزارشگر خوش آمدید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی به امامان مساجد در بسیاری از شهرها و روستاهای افغانستان دستور داده است فهرست از نمازگزاران تهیه کنند و کسان را که نمازهای صبح و شام را در مسجد نمی خوانند باید جریمه شوند. امام مسجد منطقه دهندره در شهر طالقان به دستور مسئولان وزارت امر به معروف فرم را تهیه کرده است و در آن اسم همه مردان را که شرایط نماز خواندن را دارند درج کرده است. امام مسجد به مردم گوشزد کرده است که صبح و شام نمازگزاران را حضور و غیاب می کند و بر اساس دستور وزارت امر به معروف کسی که در یک وعده نماز حضور نداشته باشد باید 200 افغانی جریمه بپردازد. امام مسجد همچنان گفته است که این پول مربوط به امارت اسلامی است و هدف از اعمال این دستورها اجرای شریعت و پایبند ساختن مردم به عبادت است. در همین حال ساکنان شهر طالقان می گویند که مردم به دلیل وضع بد اقتصادی و نداشتن پول از ترس این که جریمه شوند نمازشان را در مساجد می خوانند. گزارش های از لطکوب و شکنجه هم به دلیل ادا نکردن نماز در جماعت به نشر رسیده است. امرالله صالح می گوید که فروپاشی اقتصادی و پیروی کورکورانه از منافع نظامی پاکستان از عوامل مرگ و سقوط طالبان خواهد بود. آقای صالح در صفحه تویتر خود نگاشته است که پیروی کورکورانه از منافع نظامیان پاکستان و فروپاشی اقتصادی از جمله عوامل اصلی است که در نهایت منجر به مرگ و سقوط طالبان خواهد شد. وی همچنین عدم اعتماد ملت و بیگانگی با آن سقوط بروکراسی و سرکوب گوناگونی افغانستان را از عوامل دیگر برای سقوط طالبان دانسته است. آقای صالح می گوید که توطئه استخبارات پاکستان برای حمایت از ترور و مواد مخدر در افغانستان دوام نخواهد آورد. این گفته ها در حال از سوی امرالله صالح مطرح می گردد که امروز ارزش پول افغانی به پایین ترین جایگاه خود طی 20 سال گذشته رسید و گفته می شود که هر یک دلار تا بیش از 109 افغانی نیز خرید و فروش کردید. به دنبال کاهش بی پیشینه ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی، سرای شاهزاده شهر کابل بزرگترین مرکز تبادله ارز در افغانستان، دست فروشی و داوطلبی برای خرید و فروش ارز را در این سرای ممنوع کرد. در همین حال این ویدیو ازدحام شدید خریداران دلار را در هرات نشان می‌دهد. گفته می شود که بانک ها در هرات اصلا دلار نمی فروشند و مردم برای به دست آوردن دلار به بازار اسعار هجوم آوردند. شب گذشته جوان در مرکز کابل بر اثر تیراندازی نیروهای طالبان در یک ایست بازرسی کشته شد. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در تویت نوشته است که این جوان به نام فیصل در زمان جستجو در یک ایست بازرسی در منطقه قوای مرکز کابل
با تیراندازی نیروهای طالبان کشته شده است. خوستی با نشر عکس از او افزوده است که دو نفر از افراد طالبان در ارتباط این قضیه دستگیر شدند. ویدیوی این حادثه نیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. همزمان با این یک جوان تخاری در مرکز این ولایت به دلیل فقر و بیکاری خودش را القاویز کرده به زندگیش پایان داد. از زمان سقوط افغانستان به دست طالبان آمار خودکشی به دلیل فقر و گرسنگی به شدت افزایش یافته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که آنان بر رسمیت شناختن ضرورت دارد و کشورهای جهان به ویژه چین باید در این زمینه گام‌های مؤثر بردارد. سخنگوی طالبان در یک نشست خبری با حضور سفیر چین در کابل گفت افغانستان در شرایط فعلی نیاز به رسمیت شناختن دارد. کشورهای جهان به ویژه چین باید در این عرصه گام‌های قوی‌تر و مؤثرتر را بردارند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که گروه طالبان در ولایت‌های بلخ، تخار و جوزجان نشر صدای زنان و موسیقی از رسانه‌ها را ممنوع کرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان امروز با نشر گزارش همچنین گفته است که طالبان بر نحوه پوشش ظاهری خبرنگاران زن، نشر سریال‌ها، فیلم‌ها و اعلانات در این ولایات و ولایت غور نیز محدودیت وضع کردند. بر اساس گزارش‌ها در ولایت بلخ اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نشست با خبرنگاران خاطر نشان کرده است که موسیقی را نمی‌توانند از طریق رسانه‌ها نشر کنند. همچنین این اداره طالبان بر رسانه‌ها در این ولایت گفته است که خبرنگاران زن را نیز مجبور بر رعایت کامل حجاب اسلامی کنند. طالبان در ولایت تخار هم بر رسانه‌ها گفته است که نمی‌توانند سریال‌ها و فیلم‌هایی را که در آن چهره‌های بازیگران زن نمایان شده باشد نشر کنند. این گروه نشر صدای زنان را از طریق رسانه‌ها نیز ممنوع کرده است. این واقعا فاجعه بار است و نباید خانم ها نادیده گرفته شود، خاصتا خبرنگاران که صدای تمام افغانستان، صدای زنان افغانستان و کسانی هستند که میتونن وضعیت یک خانم دیگر را درک کنند. جهان شاهد است که زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند. تعداد زیادی از زنان خبرنگار کشور را ترک کردند و با مشکلات زیادی روبرو هستند.